درود بیکران پاینده ایران مناظره اون دوست مفنگیمون در لندن و با آقای علی علیزاده با آقای زیبا کلام دیدم واقعا آدم تاسف میخوره از این سطح نازل صحبت ها از این حرفایی که دو طرف زدن در ابتدای برنامه فقط با آقای زیبا کلام بگم که واقعا تمام خاکایی که ریختم تو سره تو این همه سال گفتم خاک تیلم رو سرت واقعا درست گفتم یعنی اولا چقدر تو تعصب داری به جریان جهودی اسمه این خیلی جالب بود این صد از تعصب و یه حرفایی زد آقای زیبا کلام که واقعا فاقد ارزش و فاقد اعتناس که آدم بخواد پاسخ بده یه جمله این بود که یهودی ها اومدن در اروپا همرنگ اروپایی ها نشدن ولی ما ایرانی ها که میریم اروپا بعد از یکی دو نست بچه هامون دیگه اروپایی میشن و اصلا دیگه فارسی هم صحبت نمیکنن. بعد نتیجه گرفتن به خاطر که یهودیا فرهنگشون از اروپا بالاتره برای همین نمیتونن هم رنگ فرهنگ اروپا بشن ولی ما فرهنگمون از اروپا خیلی پایینتر هم رنگ میشیم به مانند کسی که از روسا میاد تهران بعد از یه مدتی هم رنگ تهرانی ها میشه ولی من تهرانی اگه برم روسا هم رنگ اونا نمیشم برای که روسا یا فرهنگشون پایینتر از در حقیقت تهرانه یه تفسیر اینجوری کرد که خیلی باگ داره این تفسیر من نمیخوام بهش بپردازم خیلی باگ داره من فکر میکنم محسن شیخی تو این حوزه قشنگتر میتونه برنامه بسازه از محسن میخوام که اگه دوست داره این بخش خودش بره برنامه کنه چون اون بهتر میتونه این چیزا رو بگه من نمیخوام وارد این قضیه بشم ولی این حرف م... کلا باگ داره و حرف مزخرفیه که آقای زیبا کلام زدن برای اینکه اگه با این تفسیر آقای زیبا کلام بشه بنگلادشی ها که الان در اروپا زندگی میکنن هم رنگ نمیشن سومالیایی ها هم رنگ نمیشن کشورهای مختلف آفریقا به مانند اریته هم رنگ نمیشن به همون شکلی که در آفریقا زندگی میکنن دارن در سوئد هم زندگی میکنن با همون پوشش شما نگاه کنید زنان سومالیایی اریته در استاکوم چه جوری دارن زندگی میکنن با همون پوششی که در آفریقا زندگی میکنن همون پوشش رو آوردن در استوکوم تازه با اون سرمایه که استوکوم داره من این حرفایی که آقای با کلام میزنه خیلی واقعا حرفای مفت زیاد میزنه به اینشون کار ندارم اما در مورد این دوست بنگیمون یه تشویق میخوام ازش بکنم دمش که من فکر میکنم خیلی داغون تر از این حرفا شده باشه و یه تنبیه تنبیه اول بهش بدیم و بعد اول بذاریم بهش چماقش رو بدیم بعد میریم بهش یه حوی میدیم که راضی باشه از ما خدام از ما راضی باشه ایشون آیه بنگی عزیز چپ کمونیست حمله میکنه به هویت ایرانی خب چپ مارکسیست دیگه چپ مارکسیست به این شکل هم که خب اینا ریشه ندارن اینا هویت نمیفهمن چی افرادی هستن جامعه ستیز من قبلا در مورد اینشون صحبت کردم جامعه ستیز ترد شده است از جامعه و این براش یک عقده ایجاد کرده ببینید منم با جامعه ایرانی به مشکلات زیادی خوردم اومدم توی جایی که جامعه ایرانی رو نبینم ولی نه تبدیل به یه آدم ای شدم نه جامعه ستیز شدم من به خاطر اینکه همسر خوب دارم درآمد مالی خوبی داشتم و البته شخصیتی دارم که اصالت داره این شخصیت من معلومه دیگه یعنی شما نیاز نیست دارم حالا اینجا نمیخوام نوشابه بر خودم باز کنم یک فرد با اصالت به یه آدمی مثلا بی اصالتی چون این دوست بنگیمون خب مسائل روشنه این آدم که الان داره چششو میبنده مال کشی میکنه تا چند وقت پیش ما رو متهم میکرد که تو داری این بچه مذهبی ها رو در حقیقت دوپینگ میکنی الان دیگه خیلی بدتر از اون موقع امید دانای 2017 داره اون ها این حرفا رو خیلی هم با آواتاب بیشتری تازه بعد از اتفاق محسا میگه اون معلومه اصالتی نداره این آدم و برای همین چون ما اصالت داشتیم جامعه ستیز نشدیم ولی این آدم ترد شده جامعه ستیز شده جامعه شده و کاری نداریم حمله ای می میکنه به اینکه هویت ایرانی آریایی دروغه گوش کنیم باقی مانده یکی از بازمانده های هولوکاست استاد تاریخ دانشگاه تلافیف میگه این خوزعبلات رو بریزین تو سطل آشخال این روخ هایی که ما همه از اونجا آمدیم افسانه های ملیت سازانه است همه کشورها دارن آلمانیا میگفتن ما به گات ها وصلیم فرانسوی ها به گل ها وصل بودن انگلیسی ها از دوره هم پیش از روم اومدن ایرانی ها آریایی ها هستن آرتور گوبینا این قصه ها رو در قرن 19 ساختن که به ملیت در قرن 19 ساختن بدن. آی دکتر احتمالا با به شکلی داستان ایمجین کامیونیتی آشناست ملیت یک جمعیت متصور شده است هیچ قصه نهادینه و جوهری وجود نداره که به یک ملیت شکل بده ایرانی ها از آریایی ها اومدن قصه هایی که 1920 فروغی و 1920 فروغی گفته داره میگه دقت کنیم ایره ساختن و به خورد مردم ایران دادن وگرنه مردم ایران تا قبل از 1920 فکر نمی که ما از دل آریا آریایی ها اومدیم 5000 سال پیش بگذاریم که اسرائیلی ها هم در شکلی تصور و توهم و روایت آریایی بودن ما خیلی نقش داشتن در این انگلیسی ها هم در توهم آریایی بودن ما نقش داشتن در زمان پ... طرف تو انگلیس نشسته داره این حرف میزنه که ما رو فکر آریایی هستیم که از منطقمون جدا میکنن که ما فکر کنیم آریایی هستیم که ما رو از منطقمون جدا کنن عجب و با عرام... ببین چهجوری جوری تئوریزه میکنه وطن فروشی رو بعد در اینجا در مقام دفاع از ایران در برابر زیبا کلام داره خود ایران رو میزنه یعنی این چه زنازاده ایه این بنگیه <تصفح> با مسلمان ها خب برای این قصه ای قایب... که ما رو با مسلمان ها غریبمون کنن عجب زیبا کلام گفت بر اساس اسناد تاریخ دانان برجسته دان... خفش دا... اسناد تاریخ دانان برجسته ببینید ایشون اه... کل حرفش اینجا بخوایم نقد کنیم حالا من تلاش بکنم که این چاک دهن خودم رو حفظ کنم چون این افراد در این سطح وطن فروشی رو میبینم دست خودم نیست سلول های بدن <تصح> واسه خودشون یه ارکست در حقیقت بی انجام میدن در وجودم و خیلی خشبین نوت های موسیقی رو می بخوایم اینا یک تحلیلش بدیم اینجا ببینید ایشون حرفش اینه یعنی چکیده سخنش حرف مغز سخنش اینه که آریایی ها یک توهمی است که انگلیسی ها از سال در قرن 19 هم مشخصا 1920 به این به خورد ما ایرانیا دادن کل حرفش اینه ببین های یعنی عریزده واقعا یه سری چیزا اینقدر دیگه روشن تاریخ ایران و هویت آریایی ما اینقدر روشنه دیگه انرژی هم نمیمونه بخوایم با شما بی سواد ها یا بیشک کینه ورزان با شما کینه ورزان ضد ایرانی با کسانی که به خاطر حالا 2000 پولی که الان بچه مذهبی ها شما رو حساب دادی تو ایران برات بندازن به مانند استخونی که برات پرت میکنن اگه این پولی که بچه حزب الله دارن به تو میدن نباشه تو از گشنگی میمیری توی لندن با اون وضعیت زندگی ولی به اینکه تا قبل از این حتی پول تیغ نداشتی صورت بزنی همین الان وضعیت دندون تازه دارن بهت پول میدن اونقدر هنوز نشده که بتونی بری دندوناتو درست کنی تو یه وضعیت اینه یعنی آدم نمیده چی به تو بگه که به خاطر چندر غاز اینجوری مسئله تاریخی کشور رو زیر سوال میبری اما شما داری میگه قرن 19 هم مسئله آریایی بودن ما برای اولین بار توسط انگلیسی ها مطرح شده قرن 19 میشه فراموش کنی من شما رو ببرم به پنج قرن قبل از میلاد مسیح یعنی چی؟ شما در مورد قرن 19 داری میگی؟ من میخوام از قرن 19 هم شما رو برگردونم 24 قرن قبلش نظرت چیه؟ 19 هم گفتیم 24 قرن قبلش میبرم و خوشبختانه سند تاریخی ما داریم که ما آریایی هستیم و این میدونم شما نرفتی نمیدونی کجا شما کربلا رفتی حرم حسین تازی حسین شرخر رفتی این بیستون بنده افتخار داشتم اینجا رفتم عکسام هست حالا این عکس رو قبلا تو شبکه های اجتماعی منتشر کردم باز منتشر میکنم و در اینجا در این ستون و کتیبه بیستون کرمانشاه که در دل کوه شما اینو بخواید ببینید باید کوه رو برید بالا کلی کوه رو باید برید بالا و این نقش برجسته رو میبینی و اینا همه کتیبه است نگاه کنی این زیرش حالا الان پیکسلش پایینه تمام اینا کتیبه است اینا ترجمه شده این چرا این کتیبه بابت چیه این کتیبه بابت اینه که آیه میرزا قزبخان بنگی داریو شاه بزرگ وقتی که اومد رو کار میدونیم دیگه اوامت مغ اومده بود جای بردیا برادر کمبوجیه پسر دوم شاهنشاه کورش بزرگ پسر دوم شاهنشاه کوروش بزرگ و بانو کاساندان ملکه کاساندان که حالا داستان زیادی بودش که کمبوجی و بردی و داستان هایی داشتن که الان نمیخوام بیان کنم بعد داریوش میفهمه که این بردی های دروغینه یه گوامات مغ اومده و این خودش جای ایشون زده و ایشون به عنوان پسر اموی شاهنشاه کوروش با بزرگان در حقیقت خاندان حخامنشی به مانند مکابیز و غیره جمع میشن و یک کودتا میکنن و ایشون شاه میشه شاهنشاه داریوش که شاه میشه شورش های زیادی توسط تجزیه طلبان یا عبدالله محتدی های آن زمان قاسملو های آن زمان یا پیشوری های آن زمان شکل میگیره و شاهنشاه داریوش در عرض سه سال دست کم 23 تا می جنگه 23 تا جنگ نورد بزرگ انجام میده و تمام ایران یک پارچه حفظ میکنه و تمام تجزیه طلبان رو در این تصویر به یوق میکشه میاد همشون رو اسیر میکنه رهبر اینا کسی است که الان زیر پای شاهنشاه داریوش شما میبینید رهبر اینا شخصیتیه به نام فرورتیش خائن شانشا کوروش شاهنشاه داریوش ببخشه شاهنشاه داریوش اون موقع در ذهنش خطور میکنه میگه آقا اینا که در عرض سه سال خواستن ایران رو نابود کنن اینا که کوروش رو دیده بودن اینا که دیده بودن من پسر موی کوروشم رابطه نزدیک من و کوروش رو دیده بودن و اینها خواستن این گونه تحریف کنن و به من گفتن تو پسرموی کورش نیستی از این حرفا می زدن. گفت این در عرض سه سال ما رو منکر شدن من رو رد کردن در آینده زمان بخوره چجوری ایران رو رد خواهند کرد برای همین با هوشمندی چون میدونست در آینده زنازادگان بیریشه همچون توی بنگی به خاطر چنده قازپول یه تعداد زامبی مذهبی حاضر میشی که مادرتم بفروشی برای همین شاهنشاه داریوش اومد چیکار کرد گو آقا جان اصل و نسب ما رو روی کو بزنید حک کنید ببین تاریخ ایران آی زیبا کلام برعکس داستانهای توهمی توراتی که شما خیلی روش میوالی و برعکس این بحثای قرآن و غیره و اینا روایت های شیعه و اینا یه مش کتاب و روایت نیست تاریخ ما با وجود اسکندرها با وجود عمر و علی لعنت الله ها با وجود این همه دشمنی ها و مقال ها که تمام کتاب خونه های ما رو سوزوندن و با وجود فرانسوی ها که بخشی از همین آثار باستانی سنگی ما رو در همون قرن 19 هم که ایشون داره میگه داشتن تخریب میکردن انقدر رو دل کوه و روی سنگ ها حک شده تاریخ ایران غیر قابل انکاره هرچقدر خواستن ایران رو سانسور کنن ایران همیشه درخشیده شاهنشاه داریوش در کتیبه خودش در بند اول و بند دوم اشاره میکنه به هویت خودش در بند اول میگه که منم داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه در پارس اینجا پارسی بودن رو داره مطرح میکنه شاه کشورها ببین اینکه که الان خدا رو شد که قشن مشخصا گفته پارس و فردا اینه ما پارس هم نیستیم شاه در پارس شاه کشورها پسر ویشتاسب نوه ارشام حخامنشی بند دومش در بند دوم کتیبه میگه پدر من ویشتاسب پدر ویشتاسب ارشام پدر ارشام آریامن آریامن اشاره میکنه به نژادمون نام اجدادش آریاس آریامن پدر آریامن چیش پیش پدر چیش پیش هخامنش اینا واقعیتیه این یک واقعیتیه که در تاریخمون ببینید حالا اینا چون اسمای خود عجیب قریبه بعضی چون بر امروز ما شاید بعضی از این نامو مثلا برای بعضی جالب باشه مثل هوقشتره یه زمانی دیدم این امیر فضلی بود دیگه اوشنگ امیر فضلی بود تو یکی از این تنزادش مسخره میگه اینا اسم حتی جکی هم من دیدم که حالا بعضی شلوغ کردن حتی جکی هم جالب بهتون بگم اینم تو نام ها هست من داشتم نگاه می کردم برام جالب شد اجازه بدید که اصلا بهتون یه دقیقه نشون بدم اینم دارم دیدم تو یه جا چیز کردن یه اسمیه که همین الان بعضی روشونه تو خود ایران بله پیدا کردم اجازه بدید بله داشتم یکی از این آگهی ها رو می دیدم دیدم که اینم هستش اینو آماده نکرده بودم ولی الان براتون نشون میدم بله بفرمایید اینم یه آگهی در تهران حالا شماره ایناش درست نیست دارم بذاره ولی گذاشیم آگهی تغییرات شرکت ریز پروان بعد اینجا اسمایی که نوشته نوشته آقای مجید پیرپکاجکی یعنی اینا اسماییه که چون بعضی آقا پیرپکاجکی مگه داریم بله داریم ایسان برای همین چون شنیده بودم منم قبلا برای همین آدم چیز میکنه پیر پکاجکی هم جز اسماس یعنی این چیز ما دارم با سند صحبت میکنم بعضی میخوان شلنگ تخته بندازن به خوش بنابراین آقای بنگی عزیز مفنگی عزیز که تو میدونی اصالت نداری بدونی ما آریایی هستی من تو داری صحبت قرن 19 میکنی من دارم صحبت از 24 قرن قبل از قرن 19 میکنم نظرت چیه الان بهتر نیست که تو که اون گوشه نشستی خفشی این از این نکته اما یه نکته دیگه ای بود که اون اجازه بدید در برنامه دیگه چون تشویقش هم میخوام بکنم ولی میتونیم تو همین برنامه تشویقش کنیم یه نکته ای را ازت خوشم اومد بلند شدی اینجا من فکر میکردم تا دیگه خیلی خودتو فروختی ولی دمت کم که میدونی محمد و نوح و ابراهیم و اینا داستان حتی محمد که واقعیه ولی میدونی نوح و ابراهیم و این پیامبران سامی اینا خیالاته توهمات عزیزان مسلمان و ادیان ابراهیمیسمه آقای زیبا کلام میاد برای ادعای خودش میگه آقا ابراهیم اینجوری بود نوح اونجوری بود و علی علیزاده به درستی ریشه های اسلام رو مسخره میکنه و از این بابت من میخواستم بگم دمت گرم من فکر میکنم تو خیلی بیشتر از اینا دیگه بنگو زیاد کشیدی یا پول و پولو اینا مغزت کامل از کار افتاده دیدم نه مغزت هنوز کامل از کار نیفتاده اون پاسخ آریایی که پس تو دهنی تو خوردی من اینجا حالا میخوام بهت یه هویج بدم من تا هویج رو نخور هویج تو جای دیگه بکن میخوام تشویقت بکنم دمت گرم من حداقلش خوبیش اینه که تو به مانند من میدونی اسلام چه کسافتیه اینش خوبه برای من یعنی اینش حداقل ببین این خوبه یه دم پیدا بشن دفاع کنن از جمهوری اسلامی اسلامو قبول نداشته باشن اینج ما هدفمون زدن ریشه های اسلامه از این نظر این بنگی هم در جبهه ما میتونه قرار بگیره یعنی ایراد نداره از نظر سیاسی داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه بکنه مهم اینه که اعتقادی به مهمات اسلامی نداره مهم اینه که تو برنامه‌اش حسین حسین و آی علی و آی من اعتقاد اسلامی دارم نمیکنه این این خوبه منم تو همین سالا چیکار کردم یه جایی دفاع کردم از این نظام اما کلامی در دفاع از اسلام اهریمنی چیزی نگفتم شما یک پلن در بیار تو تمام این سالهایی که من برنامه کردم تو دوازده سال گذشته یک کلمه دفاعی بکنم میگم اسلام اصلش خوبه جایی هم گفتیم شیعه خوبه گفتیم با اصل اسلام متفاوت است شیعه دستاورد آریایی ما صحبتمون رو گوش کنیم اینجا چی میگه بزن بگم ای خاک بر سر کسی بگم ای خاک بر سر کسی در وزارت ارشاد که نداشت که کتاب های دکتر زیبا کلام چاپ شه چون کتاب های دکتر بعد چاپ میشد و یک دانشجو سال اول میتونست یک نقد بنویسه و اون کتابو منهدم کنه کسی که در سال 2023 برای اثبات مهمترین مسئله ژئوپلیتیک خاورمیانه از نوح پیامبر و ابراهیم میاره که اصلا شخصیت های دینی هستن و اسطوره هستن من دیگه اینجا همینجا سربسته بگم گفتم من همینجا سربسته بگم یعنی وجود خارجی ندارن دمت گم من سربسته تو میفهمم چی داری میگی مرسی که تو به مانند من چپ و راست فعلا تو لفافه من اون موقعم که چیز بودم تو لفافه البته من خود میگفتم دمت گم ولی علنا داری تو اینجا هیکل این بچه حزب الله یارو قهوه ای میکنی من صد تا به لایک میدم اینجا دمت هم گم خوشگله میگه سربسته بگم اینا اسطوره ای یعنی, یعنی وجود خارجی ندارن البته اسطوره یک داستان دیگه این چون این سوادش بین اسطوره و افسانه نمیکشه چون اسطوره با افسانه تفاوت هایی داره منتها ایشون از واژه اسطوره به عنوان محتوای همون افسانه داره یاد میکنه چون میگه سربسته بگم یعنی اینا موجودات خیالی هست ما داریم فکت میاریم این زیبا کلام در مورد مسئله اسرائیل تو داری از توهمات صحبت میکنی نه وجود نداره ابراهیم وجود نداره تو داری از اینا میگی و ابراهیم میاره که اصلا دب... خندم کرد از ابراهیم میاره <laughs> اخسیت های دینی هستن و اسطوره‌ای هستن من دیگه اینجا هم اینجا سربسته بگم همینجا سربسته بگم خب اوکی برای از اونها برای مس... مهمترین مسئله خاورمیانه و یکی از مهمترین بحران های که زمان فکت میاره رو به نظر من یک دانشجو میتونه قضیه حل کنه و وای بر شما در وزارت ارشاد که این کتاب رو اجازه چاپ ندید شما میتونید بگید که من به خدای نادیده اعتقاد ندارم سلام. شما میتونید بگید که من به این که شخصی به اسم محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه از طرف اون حضرت باری تعالی مبعوض شده من اینا رو قبول ندارم دقیقا زیبا کلام میدونه افکار زیبا چی اه... افکار این پسر بنگی چیه دقیقا درست داره زیبا کلام از این نظر میگه میگه میدونم تو چی فکر میکنی اما اینجا خدایش دیگه حق با اون پسر بنگی نه زیبا کلام تو داری یه بحث جدی در مورد منطقه میکنی ارجاع میدی به افسانه هایی به اسم نوح و ابراهیم و سلیمان و یونس و اینجور چیزا اینا افسانه است یعنی که تو اگر واقعا با این سن 80 سال دقیق زیبا کلام برخلاف من و این دوست بنگیمون اعتقاد داری که محمد از طرف خدا آمده تو خاک برسه حداقل تو این زمینه اون پسره درست میگه ما اینجا لایک رو به اون فرفری میدیم این ما اینجا موازه شخصی رو که کاری نداره ما موازهمون بر اساس نگاهمون بر اساس موازه دیگرونه اینجا اون پسره عدیزده داره درست میگه خدا شایده. اون داره حقو میگه یعنی میگه آقا نه وجود نداره تا داری چی چرت پرت محمد خریکیه ولی این میگه که نه تو با هر چیز قبول نداری محمد مال خو... اطرف طرف خدا اومده اینا که نمیشه که <تصفح> این شما میتونید خیلی ها هستن خیلی هستن میگن ما نه خدا رو قبول داریم نه به رو قبول داریم نه اینکه چه میدونم به ایشون وحش شده هیچ کدوم اینا رو ما قبول نداریم من چیزی که دارم میگم این هستش که فردی بوده به اسم محمد ابن عبدالله که این فرق در مکه متولد شده در تاریخ فلان پدرش این بوده مادرش این بوده یتیم بوده بزرگ شده مطلب اموش اومده حمایتش کرده با خدیجه ازدواج کرده ببینید تا شما اینا را ندونید آقای علیزاده نمیتونید بیاید جلوتر بعد شما هی به من میگید که چقدر تاسف آوری که این آقای زیبا کلام رفته سراغ اینها آره من رفتم سراغ اینها اینا تاریخ خاورمیانه هستش اینا تاریخ یهودیت هستش شما خیلی راحت میگید یه نفر اومده یه نظریه ژنتیک داده و و آب پاکی میریزید رو خب به این میگن گفتگو دو ایران ستیز که باطلن هر دوتا و در باطلی شاید یه جا این درست بگه یه جا اون درست بگه در مورد این بخشی که الان زیبا کلام آخر نظریه اون بحث ژنتیکی رو رد میکنه زیبا کلام درست میگه در اینجا که این پسره بنگی نوح و ابراهیم و محمد و اینا رو رد میکنه در گفتگو میگه اینا موجودات در بحث تاریخی جدی محمد خریکیه نوح که اصلا افسانه است ابراهیم که افسانه است بگم این علی علیزاده درست میگه داستان اینه ما فقط این می‌خواستیم یه واکنشی نشون بدیم ولی هر دو ایران ستیزن هر دو وطن فروشن هر دو باطلن از نگاه ایران شهر و صحبت ها رو به اندازه کافی کردیم و من فکر میکردم که این علی علیزاده بیشتر از این حرفا به خاطر پولی که حزب اللهیا دارن بهش به خاطر به موادی که داره میزنه مغزش کامل از کار افتاده ولی نه جای امیدواری هست چون دیدم هنوز چون تو برنامه‌هاش هم بچه‌ها رصد کردن میگن زیاد از حسین و این جور چیزا مایه نمیذاره الان هم اینجا علنا کل اسلام رو رد کرد حداقل باز یه جای شکرش باقیه که باز این میدونه اسلام چیه حداقل مغزه اینقدر هنوز خرد باخته نشده هنوز شخصیت اینقدر خود فروش نشده که بیاد در تایید اسلام هم بخواد حرفی رو بزنه یعنی میدونه که ماهیت این داستانهای اسلامی یک مش افسانه است که فاقد اردش و فاقد اعتناس و به درد لای جرزم نمیخوره تو بحث تاریخی دمتون گم این صحبت کردیم این برنامه رو میبندم تک تک شما عیزان به از ایران میسپارم اگر با برنامه هم حال میکنید کانال یوتیوب ما رو عضوش بشید پخشش بکنید و این صدا بذارید رساتر بین ایرانیان و عاشقان راه ایران کسانی که میخوان در راه ایران رستگار بشن بیشتر پخش بشه قربونتون پاینده ایران